با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دانش آموزای عزیز، خیلی خوشحالیم که مجدد در خدمتون هستیم. دو فصل آخر ریاضی سال هشتمتون امروز ایشالا میخواییم با همدیگه پیش ببریم. بریم بچه ها سراغ مبحث دستبندی داده ها، موضوع اول فصل هشتمتون هستش. داده ها کلن بچه ها ببینید، یه سری اطلاعاتی که راجع به صورت مسئله ما قرار داشته باشیم، یا اینکه یک سری اطلاعاتی که ما از طریق یک سری اطلاعات از خود حالا جامعه آماری که میخوایم به دست بیاریم، اطلاعاتمون باید دسته‌بندی شده باشه. اگه بخوایم تعداد اطلاعاتمون خیلی بالا باشه، زیاد باشه، حتما نیاز به دسته‌بندی داریم. اول تعریف دسته و دسته‌بندی داده ها رو براتون آوردم، به یه مرور با هم دیگه داشته باشیم. دسته‌بندی داده ها، بچه ها میگیم اگر تعداد داده ها زیاد باشه، بررسی آنها وقتگیر خواهد بود و دشوار. پس تعداد داده هایی که ما میخواییم به دست بیاریم، اگر تعدادش کم بود خیلی راحت میتونیم دستبندی کنیم، اما اگر تعداد داده هامون زیاد بود، ما برای اینکه بخوایم این داده ها رو بخوایم راحتر راجبش تحلیل و بررسی انجام بدیم، باید دستبندی بشه. اگر تعدادشون زیاد باشه، مطمئنم بررسی اونها وقتگیر و دشوار میشه. برای همین اونها در گروه های یه سری گروه بندی انجام میدیم اونها رو. به این گروه هامون میگن دسته. خب برای دسته‌بندی باید یه سری کارها رو انجام بدیم. اولویت بندی دسته‌بندی رو براتون آوردم. گفتیم آقا اول بهتر از کوچیک به بزرگ داده هامونو بچینیم، یا از بزرگ به کوچیک فرقی نمی‌کنه. پس اطلاعاتی که ما داریم، مثلا فکر کنید شما اعضای کلاستون رو از طرف خود مدرسه میخوان بیان وزن و قد اونها رو بسنجن، اندازه گیری کنن. یه کلاس 45-50 نفره، اندازه گیری قد و وزنشون میخواد انجام بشه. مطمئنن داده هایی که میخواد در اختیار ما باشه تعدادش خیلی بالاست. برای همین، برای اینکه سهولت داشته باشه توی بحث تحلیل و بررسیمون، اونها رو دسته‌بندی میکنیم. حالا یا از کوچیک به بزرگ، یا از کم به بیشتر، یا از بزرگ به کوچیک، فرقی نمیکنه. بچه‌ها بحث دامنه تغییرات یه موضوع خیلی مهمه. دامنه تغییرات رو میخوام بخور راجبش صحبت کنم، بگم اصلا دامنه تغییرات چی هستش. دامنه تغییرات گفته اگر بزرگترین داده رو ما به دست بیاریم، کوچکترین داده رو ازش کم کنیم، دامنه تغییرات به دست میاد. خب پس دامنه تغییرات از رابطه زیر به دست میاد. اینجوری مینویسم واسه تون، دامنه تغییرات مساویه با بزرگترین داده منهای کوچکترین داده. پس اگر من بزرگترین داده رو داشته باشم، به خاطر همین گفتم بچه ها بهتره از کوچیک به بزرگ، از بزرگ به کوچیک داده هامون رو دسته‌بندی کنیم، مرتبش کنیم. پس اگر من بزرگترین داده رو نگه دارم، کوچکترین رو ازش کم کنم، دامنه تغییراتم به دست میاد. خب یه سوال آوردم براتون، گفته دامنه تغییرات این داده ها رو به دست آورید. ببینید چه اولش 6 تا 7 تا عدد نمره به ما داده. ما میخوایم دامنه تغییرات رو به دست بیاریم. اگر تعداد دامنتون کم بود، تعداد اطلاعاتتون کم بود، میتونید حالا بزرگترین رو پیدا کنید. ولی اگر به ترتیب سورت کنید، از کوچیک به بزرگ بخواد اتفاق بیفته، یا از بزرگ به کوچیک، خیلی براتون بهتر میشه. ما اینا رو مرتب کردیم، گفتیم آقا کمترینش 7، بعد 8، 11، 14 و نیم، 15، 15 و 19. دو تا 15 داریم بچه‌ها، دو تاش هم می‌نویسیم، هیچ مشکلی نداره. حالا اینا که مرتب شدن، دامنه تغییرات رو می‌خوایم به دست بیاریم. فرمولش رو می‌نویسم، دامنه تغییرات مساوی است با بزرگترین داده منهای کوچکترین داده. بزرگترین دادهمون چنده بچه‌ها؟ 19 هستش. کوچکترین دادهمون هم 17 هستش. با یک نگاه، ببخشید 7 هستش. با یک نگاه من می‌تونم اینو به دست بیارم. خیلی کار راحتی میشه. مساوی با 19 منهای 7 اونم میشه 12. پس دامنه تغییراتمون شد 12. پس اولین کاری که برای دامنه تغییرات انجام میدیم، داده ها رو از کوچیک به بزرگ، از بزرگ به کوچیک مرتبشون میکنیم. بعد از مرتب کردن داده هامون، بزرگترین و منهای کوچکترین میکنیم، از همدیگه کم که بشن دامنه تغییرات به دست میاد.
خب بچه ها چند تا نکته مهم آوردم واسه تون. گفتیم با توجه به تعداد دسته ها یا به همون میده تعداد دسته ها رو تو صورت سوال یا خودمون انتخاب میکنیم. اگر تعداد دسته ها رو تو صورت سوال بهتون داد گفتش آقا اینقدر دسته باید باشه، موظفی همون تعدادی که بهتون گفته. اما اگر مشخص نکرد اختیاری دست خودتون هستش، بهش میگن تعداد دسته. گفته با توجه به تعداد دسته ها، این که عرض کردم یا به ما داده میشه یا خودمون انتخاب میکنیم، دامنه تغییرات چی به دست میاد بچه ها؟ طول هر دسته به دست میاد. بریم یه سوال حل کنیم براتون بهتر جا بیفته. فقط قبلش میخوام اینو توضیح بدم یه مقدار. گفته به این ترتیب که دامنه تغییرات رو بر تعداد دسته ها تقسیم میکنیم. دامنه تغییراتی که تو اسلاید قبلی توضیح دادم، کمترین داده، بیشترین داده، تفاضلشون از هم یه عدد به دست میاد. اون عدد رو تقسیم میکنیم به تعداد دستمون. حدود دسته یا طول دستمون مشخص میشه. خب اینجا رو ببینید بچه ها. گفته در بین 30 تا داده آماری، 30 تا اطلاع، 30 تا نمره، 30 تا مثلا فکر کنید قد، 30 تا وزن، چیزی نگفته، فقط گفته 30 تا داده آماری داریم. از بین این 30 تا کل 30 تا بزرگترین و کمترین و کوچکترین بزرگترین واسه ما مشخص کرده. خودش گفته بزرگترین داده چقدر بچه ها؟ 68، کوچکترین داده 24. خب اینا واسه ما مشخص شده، کارمون راحت شد. پس یه لحظه همین الان اگه من بیام 68 و منهای 24 کنم بچه ها چی به دست میاد؟ دامنه تغییراتم به دست میاد. پس برای به دست آوردن دامنه تغییرات باید بزرگترین داده رو نگه داریم، کوچکترین داده رو ازش کم کنیم که دامنه تغییراتون به دست بیاد. گفته اگر تعداد دسته ها رو 4 در نظر بگیریم، خودش به همون گفته، گفته آقا تعداد دسته هامون 4 باشه، آقا اختلاف این دوتا میشد دامنه تغییرات. اگر تقسیم بر تعداد دسته ها بکنم چی به دست میومد بچه ها؟ طول دستمون به دست میومد. خیلی خوب، پس اینجا گفتیم آقا دامنه تغییرات مساوی میشه با 68 که بزرگترین دادمون بود، 24 که کوچکترین دادمون بود. اگر این کار انجام بده کارتون راحته، دیگه مرتب کردن ندارید شما، بزرگترین و کوچکترین رو بهتون داده. تفاضل این دوتا میشه 44 تا. حالا این 44 رو تقسیم بر تعداد دسته هام میکنم، حدود دسته یا طول دستم مشخص میشه. خب طول دستم که مشخص کردیم. گفته طول یا حدود دسته، بچه ها دسته رو ببینید، گفته x های من بزرگتر مساوی 10، کوچکتر مساوی 15. گفته اینو به دست بیار. طول دستمون بچه ها از همین رابطه به دست میاد، یعنی بزرگترین داده ابتدای بازه با انتهای بازه تفاضلش از هم در نظر بگیریم، طول دستمون به دست میاد. خب یه سوال مهم، گفته 25 دانش آموز نمره هاشون به ترتیب به شکل زیره. گفته با انتخاب 5 دسته جدول داده ها رسمی. بچه ها ببینید خودش به همون گفته با انتخاب 5 دسته. برای همین مثال که داده هاشون رو رسم کردیم به صورت 5 دسته، گفته برای این مثال نمودار ستونی هم رسم کنید. خیلی خوب، این داده هامون هستش، این نمرات هستش. ابتدا اولین کاری که میکنیم بچه ها چی هستش؟ مرتب کردن داده هامونه. نمره ها رو باید از کوچیک به بزرگ مرتب کنی. نگاه میکنم بین اینا، برای اینکه بخوام مرتب کنم واسه اینکه زمانم گرفته نشه، من تو اسلاید بعدی براتون اینا رو مرتب کردم. گفتم کمترین دادمون، کوچیکترین دادمون 5 بود، بزرگترین دادمون 20 بود. یعنی یه دانش آموز داریم تو این کلاس که نمرش شده 5، یه دانش آموز 20 نمره‌ای هم داریم که نمرش 20 شده. حالا ممکنه بچه ها از یه نمره چند تا داشته باشیم. ببینید 17 الان 4 تا داریم ازش، یا مثلا 13 2 تا هستش، خب مثلا درس 19 3 تا هستش. ممکنه که نمره تکراری هم داشته باشیم، برای ما فرق نمیکنه، فقط تعداد داده هامون میره بالا. حدود دسته رو میخوایم مشخص کنیم. بچه ها برای اینکه بخوام حدود دسته رو مشخص کنم، اول باید دامنه تغییرات رو مشخص کنم. خب دامنه تغییرات به چه شکلی محاسبه میشد؟ دامنه تغییرات میگفتش که بزرگترین داده منهای کوچکترین داده. بزرگترین داده من 20، منهای کوچکترین داده من 5، مساوی میشه با، حاصلش میشه 15. بچه ها این 15 چی بود؟ دامنه تغییرات بود.
کمترین داده، بیشترین داده، تفاضلش از هم میشه دامنه تغییرات. دامنه تغییرات هم به دست اومد. برای اینکه حدود دستم رو مشخص کنم باید این دامنه تغییرات رو تقسیم بر تعداد دسته میکردم. توی صورت سوال خودش گفته 5 دسته، حالا این 15 که به دست اومده تقسیم بر 5 باید بشه. پس مینویسم اینجا اگر 15 رو تقسیم بر 5 کنم حدود دستم میشه 3. پس اینجا می نویسم حدود دستم به دست اومد. یعنی چی؟ یعنی از کمترین داده‌ای که من دارم 5 به این شکل باید نوشته بشه. چند تا باید برم بالا؟ 3 تا باید برم بالا. 5 تا چند؟ 5 تا 8. 8 تا 11. 3 تا 3 تا دیگه میریم بالا. حدود دسته اینجا به کارم می اومد. 11 تا چند؟ 3 تا بیاد روش میشه 14. یه نکته میخوام بگم، یه توضیح راجع به این مساوی باید داشته باشه یا نه. بچه ها مساوی که اینجا داریم میذاریم فقط برای خونه آخر، فقط برای دسته آخر اون هستش. فقط برای دسته آخر کران بالا یا عدد دوم مساوی داره. از 14 شروع میشه، 3 تا بریم بالا میشه 17 و از 17 تا 20 دسته آخر خود عدد 20 هم شامل میشه. پس یه مساوی برای خود 20 هم میذاریم. اینجا هم براش مینویسیم مجموعش که بخواد حاصلش حساب بشه. این هم مجموعش هستش. خب خط و نشان باید ببینم طریقه به دست آوردن خط و نشان چه شکلیه. من باید بچه ها دونه دونه ببینم نمراتی که بین 5 تا 8 هستش. یعنی خود 8 هم به حساب نمیاد، خود 8 هم محسوب نمیشه. 5 تا 8 پس یه دونه اینجا دارم، درسته؟ 5 تا 8 رو اگه بخوام حساب کنم، خب بریم جلوتر. 8 تا 11 ببینید، 8 تا 11 یعنی تو این بازه. خود 11 هم باز نیست، 8 و نیم هست، 9 هست، 10 هست. چند تا؟ 3 تا. خب 11 تا 14 یعنی اینجا چند تا دارم؟ خود 11 هست 1، 12 و نیم 2 تا، 3 تا، 4 تا، 14 دیگه نیستش. 4 تا، 1 2 3 4. از 14 تا 17 یکی خود 14، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا. خود 17 حساب نمیشه. بچه ها برای دسته 5 تایی 4 تا خط میکشیم مشخصش میکنیم، یک دسته 5 تایی. این دیگه هر کی اینو نگاه کنه میدونه هر کدوم از این دسته ها 5 تاست، دیگه نیاز به شمردن اضافه نیست. حالا از 17 تا 20 خود 17 هم هستش، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 تا خط نشان باید واسش بکشم. یکی، این دوتا، این هم 12 تا. دوتا دسته 5 تایی به اضافه دوتا تکی شد 12 تا. خب بچه ها اینجا که مجموع نداره هیچی، خط تیره براش میکشیم. فراوانیشو میخوام مشخص کنم. بچه ها دقیقاً تعداد فراوانی و خط و نشان یکیه. یعنی شما عددی که میخوای برای فراوانی بنویسی با توجه به خط و نشان باید به دست بیاری. ما الان شمردیم اینجا، گفتیم آقا عدد 5 تا 8 تو این نمرات تعداد خط و نشان، تعداد فراوانیش چند تا بود، تعدادشو شمردیم. اینجا دیگه کاری نداره، همین یکو مینویسیم. تعدادشو فقط میخوام مشخص کنم. اینجا 3 تا دارم، اینجا 4 تا دارم، اینجا 5 تا دارم و اینجا 12 تا. میخوایم ببینین درست حل کردید یا نه. جمع اینا با جمع تعداد داده هاتون باید برابر باشه. تعداد داده ها رو اول بیا بشمار، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، 21 22 23 24 25. دقیقاً همون چیزی که تو صورت سوال گفته بود، گفته بود نمره های 25 شده دانش آموز. میخوام اینو از قلم نیافتاده باشه، باید حواست به این موضوع باشه. پس جمع اینا باید بشه 25. الان اگه بخوایم اینا رو با هم دیگه جمع کنیم، 5 با 5 میشه 10، 12 با هم دیگه میشه 25، مجموع این تعداد فراوانی هامون. پس یک بار دیگه اگه بچه ها بخوایم بهتون توضیح بدم، گفته بود با انتخاب 5 دسته، 5 دسته که ما خواستیم مشخص کنیم تعداد دسته هامون بود. تعداد دسته ها رو با توجه به داده هایی که به همون داده اول باید مرتبش کنیم. این مرتب کردنه واسه این داره اتفاق میفته. بعد اینکه مرتب کردیم میبریم داخل جدولمون.
داخل جدول به این ترتیب هستش: حدود دسته، خط و نشان و فراوانی. به احتمال خیلی زیاد خود جدول بهتون بده، اگر هم نداد جدول میدونید که به این شکل هستش. و اینجا گفته برای مثال قبل نمودار ستونی رسم کنید. بچه ها نمودار ستونیش هم خیلی راحته، فقط برای اینکه بخوایم رسمش کنیم نمودار ما هستش. ما چند تاشو براتون رسم میکنم. میخواد بگی آقا تعداد دانش آموزامون بازه 5 تا 8 چند تا نمره داشتیم، یا بازه 8 تا 11 تعدادشو باید مشخص کنی. نمودار ستونی هم که باهاش آشنایی داشتید دیگه. یه نمودار داشتیم، نمودار میله‌ای بود که سالهای اخیر خوندید. یه نمودار داریم، نمودار خط شکسته، نمودار دایره‌ای و نمودار مستطیلی. نمودار ستونی هم مثلا شاخص رو مشخص می‌کنید، تا اونجایی که باید بیاد مشخص میشه و براتون رسمش می‌کنید. خب یه مبحث خیلی مهم راجب میانگین هستش. ببینید بچه ها، برای به دست آوردن میانگین یه فرمول خیلی مهم داریم. ما باید مجموع داده هامون رو تقسیم بر تعداد داده ها کنیم. شما داده هایی که صورت مسئله بهتون داده جمع میکنید، تقسیم بر تعداد داده ها میشه. یعنی اگه بخوام تو مثال قبل 25 تا عددی که بهمون داده بود، 25 تا نمره، جمع 25 تا رو بعد با هم جمع میکردیم، میومد بالا تو صورت قرار میگرفت. برای مثال قبل دارم توضیح میدم، و تعدادش که خود 25 بود میومد پایین توی مخرج. یا برای اینکه خورده بخواد راحت تر بشه یه فرمولی براش در نظر گرفتن. فرمولش هم هستش x بار یا همون تعریف میانگین. s میشه همون مجموعه داده ها و تعداد داده هامون هم میشه n. خب مثال آوردم، تو مثال بهتر بتونیم براتون جا بندازیم. گفته که نمره های درس امیر حسین، نمره های 8 درسش، یعنی تعداد داده هامون چند تاست؟ 8 تاست. همین الان من میدونم اگر بخوام بنویسم x بار من مساوی میشه با 8، کجا میاد بچه ها؟ تعداد درس هاشون میاد پایین توی مخرج قرار میگیره. 8 تا درس جمعش رو باید حساب کنم، میانگین. یعنی s رو اینجا میخوام من، فرمولش که بود میانگین مساوی با s بر روی n یا مجموع داده ها تقسیم بر تعداد. خیلی خوب، تعدادش که گفته بود 8 تاست، مجموعش رو میخوام حساب کنم. خط کسری خود ادامه میدم، بزرگترش میکنم. باید بنویسم 17 به اضافه 20 به اضافه 18.5. تک تک داده ها باید با هم جمع بشه. به اضافه 17 به اضافه 16 به اضافه 19 17 و 15.5. بچه ها اینجا ترتیب یا از کوچیک به بزرگ نوشتن یا سورت کردن اصطلاحا نیاز نیست، همین جوری که هستش با هم دیگه جمع میکنیم. خب جمع اینا میشه 140. جوابش اینجا مینویسم، میشه 140 تقسیم بر چند بچه ها؟ تقسیم بر 8 که مساویه با 17.5 میشه. میانگین نمره هاش شده 17.5. یعنی این چند تا درس، این 8 تا درسی که اینجا داشت رو با هم دیگه جمع کردیم، تقسیم بر تعدادش کردیم. تعدادش هم که 8 تا بیشتر نبود، میشه 17.5. خب حالا میانگین 6 تا، این خود سوال فرق کرده. با توجه بچه‌ها به این فرمولی که بهتون گفتم، یه فرمول خیلی مهم الان بهتون یاد دادم. گفتم x بار ما برابر میشه با s تقسیم بر n. درسته؟ این فرمول تو ذهنتون باشه. حالا اومده گفته 6 تا داده آماری میانگینش شده 17.5، یعنی این x باره شده 17.5. پس من اگه بخوام جای گذاری کنم، جای x بار باید بذارم 17.5. درسته؟ گفته دو تا داده 16 و 17 رو میخوام دوباره به جمعشون اضافه کنیم. اشتباه محض شما بیای به میانگین اضافه کنی، باید به این جمعه اضافه بشه، چون جمع نمراتت بوده. حالا با استفاده از این فرمول ببینید، دقیقا فرمولم هستش، همون x بار هستش. اس ما رو اگه اس رو بخوام به دست بیاریم، اگر یک مخرج یک به این بدم، اس ضرب در یک، ایکس بار ضرب در ان، دقیقا این فرمول به دست میاد. اینجا من اس هم مجهوله، میانگین رو که به ما داده، خودش گفته میانگین 6 تا داده شده 17.5. چند تا داده؟ 6 تا داده. ان هم داده، ان تعداد ان رو هم داده به ما. خب میانگین رو هم به ما داده، ما باید مجموع رو به دست بیاریم. چرا؟ چون این 16 و 17 باید به این مجموع ما اضافه بشه. خب s رو به دست میاریم، میشه x بار ضرب در n. s ما برابر میشه با مقدار میانگین اون، چقدر بچه ها؟ 17.5 بود. n مون هم که 6 بود. این دوتا رو در هم ضرب کنم، حاصلش میشه 105.
خب الان یعنی مجموع داده هامون شد 105. حالا باید این 105 به اضافه یه 17 بشه، به اضافه یه 16 بشه. یه مثال بزنم، فکر کنید شما میخواییم میانگین یه کلاس 6 نفره داریم، ما میخواییم میانگین این 6 نفر رو حساب کنیم. دو تا از بچه ها نمرهاشون هنوز نرسیده، میانگین 4 نفرشون رو حساب میکنیم، یا بهتر میگم میانگین 6 نفرشون رو حساب میکنیم. کلاسمون 6 نفره بوده، میانگین 6 نفر رو حساب کردیم شده 17.5. دو تا از بچه‌ها نمره‌شون بعداً اضافه میشه، یه دانش آموز جدید هستن، دو نمره جدید می‌خوایم به میانگین اضافه کنیم، نمره‌هاشون هم بوده 16 و 17. این جمع نمره‌ها رو به میانگین نمیتونیم اضافه کنیم، به جمع نمرات یعنی به اسممون باید اضافه بشه. حالا واسه اینکه به اس اضافه کنیم باید مقدار اس به دست بیاد. چرا؟ چون الان 17.5 که هستش مقدار میانگینمونه. مقدار اس رو به دست میاریم از طریق همین فرمولی که بهتون گفتم، مقدار اس به دست میاد میشه 105. حالا 105 رو به اضافه 17 و به اضافه 16 میکنیم که اینجا حاصلش به دست میاد 138. الان 138 اس جدید ما هستش. حالا باید اس جدید رو تقسیم بر تعداد کنیم. کلاسمون اول 6 نفر بود، دو تا دانش آموز جدید بهش اضافه شد میشه 8 نفر. 138 تقسیم بر 8 میشه 17 و 25. یه مقدار از این 17.5 25 صدم باز کمتر شد. میانگین جدیدمون هم حاصلش شد 17.25. خب محاسبه میانگین در مواقعی که تعدادها زیاد باشه. بچه‌ها تعدادمون ممکنه همیشه 6 تا و 8 تا و 10 تا و 12 تا نباشه. تعداد میانگین تعداد اعضامون ممکنه بیشتر باشه. اگر تعداد اعضامون بیشتر بود الان میخوام بهتون بگم که چیکار باید بکنیم برای میانگین. گفته اگر تعداد داده ها زیاد باشد، جمع کردن داده ها برای محاسبه میانگین می باشد. جمع بچه ها داده ها رو برای اینکه حالا میخوام تو قسمت پایین بهتون توضیح بدم، برای اینکه میانگین به دست بیاد از این طریق استفاده می کنیم. گفته داده ها رو دستبندی کرده و ستون جدید به جدول داده ها اضافه می کنیم. جدول داده ها مخاطرتون باشه، تو مثال قبلی که توضیح دادم یه حدود دسته داشتیم، یه خط و نشان داشتیم، یه فراوانی. الان میخواد بگی یه ستون جدید هم به این اضافه میشه اینجا. اسم این ستون جدید رو میخواییم بذاریم مرکز دسته. بچه ها مرکز دسته از ضرب فراوانی ضرب در مرکز دسته اون به دست میاد، میانگین جدید اون میشه. یعنی میانگین جدید که میخواییم اینجا داشته باشیم، میانگین جدیدمون با استفاده از به خاطر اینکه تعداد داده هامون خیلی بالا بوده از ضرب مرکز دسته ضرب در فراوانی به دست میاد. خب بریم یه سوال حل کنیم. حالا مثل میانگین بود، گفته x بار مساوی با مجموع ستون فراوانی ضرب در مرکز دسته. ستون فراوانی رو ضرب در مرکز دسته کنم، جمعش رو خواهم حساب کنم، تقسیم بر تعداد داده ها کنم، میانگین به دست میاد. به مرکز دسته متوسط دسته هم میگم. بچه اگر جایی اومد متوسط دسته تعجب نکنید، اسم دیگرش هستش. حالا اومده گفته آقا مرکز دسته رو چجوری باید حساب کنیم؟ داده ابتدایی رو به اضافه داده انتهایی میکنیم، یعنی ابتدا و انتهای بازمون رو با هم دیگه جمع میکنیم، تقسیم بر دو میکنیم. بریم یه مثال ازش حل کنیم. خب گفته جدول زیر رو کامل کنید. بچه اینجا رو ببینید، بدون اینکه اصلا بخواد اطلاعات دیگه به همون داده باشه، ازمون خواسته جدول رو کامل کنیم. یه جدول به همون داده، حدود دسته دارم، مرکز دسته دارم، خط و نشان، فراوانی و این ستون آخر که الان راجبش توضیح دادم، فراوانی ضرب در مرکز دسته، مجموعش تقسیم بر تعداد میانگین رو به من میده. خیلی خوب، حدود دستمون رو به ما نگفته، ولی خودمون از طریق این بازه باید متوجه بشیم. بچه‌ها 21 22 23 24 خود 24 نیست، چند تا داره میره بالا، سه تا داره میره. پس حدود دستمون میشه 3. پس اینجا باید بنویسم 24، 3 تا اگه بیاد رو 24 تامون میشه 27 تا. بعد اینجا میشه 27 تا 30، 30 تا 33، 33 تا 36. یک بار قبل اینکه بخوایم بنویسیدم بررسی کنید بد نیست. پس 27 تا. 27 میاد پایین، 3 تا بهش اضافه میشه، میشه 30 تا. 30 33 تا.
و 33 که میشه ایکسای آخرمون بین 33 و 36. خاطرتون باشه که این آخریه مساوی داره، اولیه مساوی نداره. چرا؟ چون خود 24 اینجا حساب نمیشه. مرکز دسته رو چجوری حساب میکنیم بچه ها؟ 21 به اضافه 24 باید جمع بشه تقسیم بر 2 بشه. یعنی باید اینجوری بنویسم من یه خط کسری، 21 به اضافه 24 تقسیم بر 2. بعدی باید 27 به اضافه 24 بشه، دوباره تقسیم بر 2. بعدی 30 به اضافه 27 تقسیم بر 2. بعدی 33 به اضافه 30 تقسیم بر 2. و در آخر 36 به اضافه 33 تقسیم بر 2. تک تک اینها باید با هم دیگه جمع بشه. جمع که شد، اینا دوتا اول و دومی بازه ابتدا و انتهای بازه باید با هم جمع بشه تقسیم بر 2 بشه. 21 به اضافه 24 تقسیم بر 2 مون ابتدا و انتهاش میشه 22.5. بیست و چهار به اضافه 27 تقسیم بر 2 میشه 27.5. ببخشید میشه 25.5. بعدی میشه 28.5. بچه ها اینم میخواین حساب کنین حدود این داره، سه تا سه تا داره میره بالا، 22 25 28 بعدی باید بشه 31.5. بعدی باید سه تا اضافه بشه میشه 34.5. حتی دیگه جمع کردن و تقسیم بر 2 کردن هم نیاز نداره. خب بریم سراغ خط و نشان. خط و نشان این که مشخصه، خودش گفته آقا خط و نشان این باید بشه چند تا؟ سه تا. اینجا هم خودش بهمون گفته باید بشه 5 تا. خط و نشان یه مشخص شد. بعدی رو میخوایم حساب کنیم. باید 4 6 12 باشه. جمع فراوانیمون هم باید با تعداد دستمون باید برابر باشه، مساوی باشه. حالا 4 تا خط و نشان، 6 تا، 12 تا. این هم 5 تا خط و نشانمون بود. خب مجموعش هم با هم دیگه میدونید دیگه میشه 30 تا. اینجا هم که جمع نداریم. خب فراوانی رو باید ضرب در مرکز دسته کنم. فراوانی من چند تا بود؟ 3 تا بود. ضرب در مرکز دسته. یعنی 22.5 باید ضرب در 3 بشه. بعدی 25.5 باید ضرب در 4 بشه. فراوانی بعدیمون 28.5ه. 28.5 مرکز دستمون بود، ضرب در 6 باید بشه. بعدی 31.5 ضرب در 12. و 34.5 ضرب در 5 34.5 ضرب در 5 بذاریم برای اینکه بهتر مشخص بشه یه بار دیگه بنویسم. خب حالا میخوایم حاصلش رو به دست بیاریم. 22.5 ضرب در 3 مون میشه 61 و میشه 67.5. حاصلش رو دیگه نیاز به محاسبه نباشه. 67.5 حاصل اولی میشه. دومی میشه 102 171 378 و 172.8. خب جمع اینا میشه 891. اینم طریقه تکمیل کردن جدولمون بود. یک بار دیگه بخوام
صورت مختصر توضیح بدم، مرکز دستمون ابتدا و انتهای حدود دسته با هم جمع میشه، تقسیم بر دو میشه، همشون تقسیم بر دو چون دو تا داده بیشتر نداریم. خط و نشان از روی فراوانی مشخص میشه، دو تا ستون با هم دیگه برابرن. قسمت آخر ستون آخر که میانگینون بود چون تعداد داده هامون خیلی بیشتر بود، باید فراوانی رو زد در مرکز دسته کنیم، در هم دیگه که ضرب بشن حاصلش با آخر در مجموع با هم جمع بشه، ستون میانگین تقسیم بر تعداد اون حتما باید انجام بشه. بریم یه خورده سراغ سوال‌های احتمال. سوال‌های خیلی مهمی هستش. ببینید بچه‌ها چجوری حلش می‌کنه. گفته درون کیسه‌ای 3 تا مهره قرمز و 2 تا مهره آبی وجود داره. گفته یه مهره رو می‌خوام به تصادف بیرون بیارم. احتمال بچه‌ها گفته چند تا حالت هم شانس ممکنه رخ بده. در یک کیسه 3 تا مهره قرمز، 2 تا مهره آبی. 3 تا قرمز داریم، 2 تا آبی. ببینید چجوری حساب می‌کنم اینو. 3 تا قرمز، 2 تا آبی. حالا بچه ها جمع این دو تا رنگمون، یعنی این 3 تا قرمزه به اضافه 2 تا آبیه، جمعش میشه 5 تا. درسته؟ پس 5 تا مهره داریم. 5 تا مهره دو جور، یکیش قرمزه، یکیش آبیه. کلن فضای نمونه ای یا کل حالتمون میشه 5 تا. ممکنه ما دستمون رو میکنیم داخل کیسه وقتی بیرون میاریم یا قرمز میاد یا آبی، ولی احتمال اینکه بخواد قرمزا بیاد بیشتره. چرا؟ چون اینا 3 تا، اینا 2 تا. پس گفته به تصادف میخوام بیرون بیارم، یعنی اصلا داخل کیسه رو من نگاه نمیکنم. چند تا حالت هم شانس وجود داره بچه ها؟ تعداد مهره هامون یا تعداد شیئی که داخل کیسه قرار میگیره، حالا هر چند تا بود، اینجا 3 تا قرمز 2 تا آبیه، ممکن بود رنگ زرد و مثلا سبز هم بهش اضافه کنه، هر چند تایی که بود با هم دیگه جمع میکنیم میشه احتمال هم شانس بودنش. پس میگیم 5 مهره هم شانس ممکنه که ما داشته باشیم. خب سوال بعد، احتمال. مبحث بعدیمون خیلی مبحث مهمی هم هستش، فوق العاده اهمیت داره. میتونم بگم از امسال تا سال 12 بچه‌ها این مبحث باهاتون هستش. سال قبل هم یه مقداری ازش خوندید، مطالعه داشتید. یه فرمول خیلی مهم داره احتمال. میگه احتمال رخ دادن یک پیشامد یا یک اتفاق مساوی با تعداد حالت‌های مطلوب تقسیم بر تعداد حالات ممکن. بچه‌ها تعداد حالات مطلوب چیزی هستش که صورت سوال از ما میخواد. تو 99% سوال‌ها از شما میخواد. حالا اون 1% هم میخوام احتمالشو بهتون بدم که امکان داره که تعداد حالات مطلوب به شما بده، فضای نمونه ای ازتون بخواد یا احتمالشو بخواد ازتون. تعداد حالات ممکن چیه؟ فکر کنید که یه تاس داریم. یه تاس چند تا حالت داره؟ 6 تا حالت. از این 6 تا حالت هر کدوم از این اعداد 1 تا 6 میشن 1/6 احتمالتون. چرا؟ چون ببینید حالت ممکنمون میشد 1، مطلوبمون میشه 6. فضای نمونه ای یا تعداد حالت های ممکن اتفاق ها و احتمال به وجود اومدن اون اعدادی هستش که واسه ما داره. مثلا شما یک سکه رو میخواییم پرتاب کنید، سکه یا پشت داره یا رو داره، درسته؟ احتمال این که پشت بیاد یا رو بیادش، پس فضای نمونه این میشه 2 تا. یا 2 تا سکه میشه 2/2، 3 تا سکه میشه 2/3. حالا اینجا اگر بخوایم یک تاس رو پرتاب کنیم، یک تاس 6 تا حالت داره، یکی از این اعداد میخواد توی تاس ظاهر بشه. 6 تا حالتی که خود یک هست، خود 6 هم هستش روی تاس، درسته؟ ولی عدد بچه ها کمتر از یک یا بیشتر از 6 دیگه وجود نداره روی تاس. خیلی خوب، پس احتمال این که یه عدد بخواد بیاد، مثلا یه عددی مثل عدد 7، احتمال اومدن تو تاسش صفره، یا یه عددی کوچیکتر از عدد 1 بخواد باشه صفره. این فرموله خیلی مهمه، این فرموله رو میخوام تو ذهنتون داشته باشین، خیلی مهمه، باش زیاد کار داریم. بریم سراغ یه مثال. گفته 20 تا کارت روی یک میز دارم از اعداد 1 تا 20. 20 تا کارت روی میز هستش. آنها رو به پشت روی هم قرار دادیم و یک کارت رو به تصادف برمی‌داریم. ببینید روی میز من 20 تا کارت چیده شده، پشت کارت هم هستش، من روی کارت ها رو نمی‌بینم. خیلی خوب، گفته چند حالت هم شانس وجود دارد. بچه ها هر کدوم از این کارت ها که پشتش قرار گرفته، احتمال این که ما میخواییم حساب کنیم، هر کدومش یک حالت جداگانه است. پس گفته چند تا حالت همشانس وجود دارد، میگیم 20 تا حالت. اگر 20 تا کارت داشت
یه 10 تا کارت دیگه هم اضافه شد، مثل اون حالت قبلی که مهرهایی بود بلکه براتون مثال زدم، 3 تا مهره قرمز داشتیم، 2 تا مهره آبی. عرض کردم که ممکنه مهرهای زرد، مثلا ممکنه سبز، مهره سبز باشه، مهره مشکی رنگ بهشون اضافه بشه. هر چند تایی که بود تعدادش با هم دیگه جمع میشه. اینجا گفته کلا 20 تا کارت دارم، پس احتمال هم شانس بودنش میشه همون تعدادی که به ما داده، 20 تا کارت. احتمال اینکه عدد روی کارت، آخه اینجا خیلی مهمه، گفته مضرب 3 باشه. بچه‌ها 1 تا 20 مضرب 3 رو باید پیدا کنیم. آقا مضرب 3 چی بود؟ تو فصل‌های اخیر بچه‌ها براتون توضیح دادم مضرب 3 میگفت اعدادی هستن که 3 در اونها داره ضرب میشه. حواستون باشه مضرب 3 رو با شمارنده 3 اشتباه نگیرید. مضرب 3 میتونه بی نهایت باشه، اما چون گفته تعداد کارت هم 1 تا 20 باید حتما 1 تا 20 براش مشخص کنم. پس مضرب 3 1 تا 20 میگم خود عدد 3 هستش، عدد 6 هستش، عدد 9 هستش، عدد 12 هستش. چجوری دارم مشخص میکنم؟ میگم 3 1 3 تا 3 2 تا 6 تا 3 3 تا 9 تا 3 4 تا 12 تا 3 5 تا 15 تا 3 6 تا میشه 18 تا 3 7 تا میشه 21. 21 مضرب 3 هست، ولی چون ما 20 تا کارت بیشتر نداریم، کارت 1 تا 20 دیگه 21 به درد ما نمیخوره. پس مضرب های 3 رو من نوشتم، شد 3 تا 18. چند تا شد بچه ها؟ 6 تا. 1 2 3 4 5 6. 6 تا عدد دارم. کلن فضای نمونه من چند تا عدد بود؟ 20 تا بود. چند تا حالت مطلوب به من داد؟ 6 تا حالت. پس حاصله این میشه 20 چیشم، یا اگه بخواید سادهش کنید به عدد 2 هم میتونه ساده بشه، میتونه بنویسید 3 دهم. حتما نباید ساده بشه، مشکلی نداره اگه ساده هم نکردید، 3 دهم پاسخگو جواب شما هستش. خیلی خوب. خب یه کیسه آورده واسهتون، گفته تو این کیسه 100 تا مهره وجود داره. اگر یک مهره به تصادف بیرون بیارم، احتمال قرمز بودن آن 2/5. آقا خودش احتمال بهمون داده؟ میگم بله، خودش احتمال برای اون حساب کرده، شما کاری نداره، فقط فرموله بلد باشی میتونی جایگذاری کنی. پس گفته 100 تا مهره وجود داره، احتمال اینکه این مهره ها وقتی مهره رو بیرون میارم قرمز باشه 2/5. گفته شما من بگو چند تا مهره قرمز داخل این کیسه من هستش. خیلی خوب، میگم آقا تعداد مهره های قرمز بر روی 100 مساوی احتمال شده چقدر بچه ها؟ احتمال شده 2/5. این 2 هستش، 3 نیست، اینو باید درست کنید. خب آقا یه معلوم مجهوله دیگه میخواد اتفاق بیفته. من میتونم بگم تعداد مهره های قرمز هم میخوام بگیرم x، تعدادم هم که تعداد کل مهره هم 100 تاست، احتمال این شده 2/5. اینو میخوام حساب کنم، بعد بگم 2 ضرب در 100 تقسیم بر 5، چیزی که همینجا نوشتیم. حاصل شده چقدر؟ حاصل شده 40 تا. پس تعداد مهره های قرمزم تعدادش شد 40 تا. پس در برابر 100 تا مهره تعداد حالت های ممکن احتمال داره. کلن بخوام احتمال قرمز بودن مهره رو حساب کنم میشه 40/100 یا 2/5. یک بار دیگه توضیح بدم. ببینید بچه ها، گفتش توی کیسه 100 تا مهره وجود داره. از این 100 تا مهره یه مهره رو من همینجوری به تصادف بیرون میارم، رنگش قرمزه، احتمال اینکه رنگ قرمز باشه احتمالشو خودش به اون گفته، گفته 2/5. حالا اومده گفته آقا من احتمالش رو میدونم، شما بیا به من بگو که تعداد مهره های قرمزم درون این کیسه چند تاست. خب باید حساب کنم. اینجا دیگه احتمال به ما داده، احتمال خودش 2/5 بود. جایگذاری میکنم، تعداد مهره های قرمزم تعدادش میشه x، در مجموع مهره ها میشه 100 تا، دیگه تقسیم میکنم و ضرب میکنم، حاصلش به دست میاد. خب گفته در یک کیسه 5 تا مهره قرمز وجود داره، 4 تا مهره آبی و 8 تا مهره سبز رنگ. گفته یک مهره رو به تصادف من بیرون میارم، نشان دهید مجموع احتمال‌های قرمز بودنش، آبی بودن و سبز بودن یک مهره یکی میباشد، یک میباشد، یه عدد یکه. یعنی که بخوام همه مهره‌ها رو هر چی بخوام در بیارم، احتمال اینکه بخواد احتمال کلاً در مجموع یک بشه. گفته بهم بگید چه جوری همچین اتفاق رو میفته. بچه‌ها اینجا رو ببینید، اول اینکه بخوام یه نکته بهتون بگم، این نکته رو
خیلی نکته مهمی هم هستش. میگم احتمال به وجود آمدن یک اتفاق میتونه یه عددی باشه بین 0 تا 1. خود 0 و 1 هم میتونن باشن. ببینید مساوی دارن هر دوتاشون. خود 0 و 1 هم میتونن باشن. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یک اتفاق بیفته 100% حاصلش میشه 100. ممکنه یه اتفاق نیفته حاصلش میشه 0. خب بریم تعداد کل مهره ها. 5 تا قرمز داشتیم، 4 تا آبی، 8 تا سبز، در مجموع میشه 17 تا مهره. احتمال قرمز بودن مهره هامون میشه 17/5. ببین تعداد حالات مطلوب تقسیم بر فضای نمونه مون، تعداد حالات ممکنمون، تعداد حالات ممکنمون از اینجا به دست میاد، کل مهره ها. یا اینجا بنویسم واسهتون تعداد حالات ممکن. تعداد حالات ممکن دقیقاً مجموع جمع کردن تعداد مهره هامون هستش. یه 5 تا قرمز داشتیم، یه 4 تا آبی، یه 8 تا سبز، 17 تا میشه فضای نمونه ای ما. احتمال قرمز بودن مهره میشه 5/17. چرا؟ چون خودش گفته قرمزامون 5 تاست. احتمال آبی بودنش 4 تا آبی داشتیم میشه 4/17. یا احتمال سبز بودنش هم 8 تا داشتیم میشه 8/17. حالا اگر تک تک این سه تا رو من با هم دیگه اینجا جمع کنم میشه 5 به اضافه 4 میشه 9، 9 به اضافه 9 به اضافه 8 میشه 17 که میشه 17/17. یا احتمالش میشه 1. اگه همه مهره ها رو بخوام خارج کنم 100% از این رنگایی که به من داده مطمئنا استخراج میشه. خب گفته چند کلمه سه حرفی با حروف متفاوت کتاب میتوان نوشت. بچه‌ها یه نکته مهم میخوام بهتون بگم، اینکه اینجا آمده گفته با حروف متفاوت، این خیلی مهمه واسه من. این متفاوته داره سوال های خورده این معنی دارش میکنه. میگه آقا متفاوت باشه یعنی تکراری نباشه. حروف کلمه کتاب من میخوام اینجا بنویسم. بچه وقتی میگه متفاوت باشه یعنی من نمیتونم توی این کلمه سه حرفی که دارم ایجاد میکنم دو تا مثلا حرف کاف داشته باشم، دو تا حرف ت داشته باشم، دو تا حرف الف، دو تا حرف ب. نمیتونم. چون نمیتونم و خودش گفته متفاوت، زیر این متفاوت خط کشیدیم، اینجا بالاش بنویسید غیر تکراری. شما یعنی امکان نداره تکراری توش باشه، باید همه حرفام غیر تکراری باشه. کلن چند تا کلمه چند حرفی میخواستم؟ کلمه سه حرفی میخواستم. بچه ها هر تعدادی که به همون داد ما براش خونه میکنم. اگه گفته بود کلمه چهار حرفی، 4 تا صندلی، 4 تا جایگاه براش مشخص میکردم. چون گفته کلمه من سه حرفی باشه دورش خط کشیدم براتون. چون گفته سه حرفی باشه 3 تا مربع، اصطلاحا میگم 3 تا صندلی، 3 تا جایگاه براش مشخص میکنم. حالا بچه ها برای خونه اول، یا اینجوری بهتره بنویسم، برای حرف اول، ببین اینجا مثلا حرف اول باشه کلمه ای که میخوایم داشته باشیم، اینجا حرف دوم باشه، اینجا هم حرف سوم. برای اینکه برای حرف اولم چند تا حرف وجود داره تو این کلمه کتاب، 1 2 3 4، هر کدوم از این 4 تا رو من میتونم انتخاب کنم اینجا بشونمش، درسته؟ پس چند تا انتخاب داشتم؟ 4 تا. هر کدوم از این 4 تا رو میتونستم انتخاب کنم. چون گفته متفاوت باشه براتون خط کشیدم، گفتم یعنی غیر تکراری باشه. دیگه الان فکر کنید شما مثلا من حرف کاف رو برداشتم، خط میخوره، چند تا حرف باقی مون؟ 3 تا. از بین این 3 تا یعنی برای حرف دوم 3 تا انتخاب دارم، یکیشو باز دوباره جایگزین میکنم، فکر کن حرف ب رو برداشتم. برای خونه سوم که حرف سوم من هستش چند تا حرف دیگه وجود داره؟ 2 تا. پس حاصل اینا رو باید طبق اصل ضرب به دست بیارم، 2 3 تا میشه 6 تا، 6 4 تا من میشه 24 تا. گفته چند تا کلمه میتونم بسازم؟ 24 تا کلمه. یک بار دیگه توضیح بدم بچه ها، چون خودش هم گفته اینجا با معنی و بی معنی خیلی مهمه، ممکنه حرفای شما معنی نداشته باشه، خود صورت سوال برام مشخص کرده. گفته چند کلمه سه حرفی با حروف متفاوت با کلمه کتاب میتونم بنویسم. خب چون گفته متفاوت باید غیر تکراری باشه، یعنی حرف تکراری نمیتونم داشته باشم، حرف های خود کلمه کتابو شمردم شد 4 تا. این 4 تا شد.
سه تا جایگاه مشخص کردم. چرا سه تا؟ چون گفته کلمه من سه حرفی باشه. برای حرف اول چند تا انتخاب دارم من؟ چند تا حق انتخاب است؟ یا میتونم از که استفاده کنم؟ یا از ت، یا از الف، یا از ب؟ پس چهار تا دارم. چهار تا انتخاب داشتم، چه چهار رو نوشتم. یکی از اینا رو انتخاب کردم. اگر نگفته بود متفاوت، میتونستم برای دومیام دستم باز بود، چهار تا انتخاب داشته باشم. اما چون گفته متفاوت باشه، اونی که انتخاب میکنم ساده میشه و میره کنار، خط میخوره میره کنار. حرف اولی حرف که خط خورد. برای خونه دوم که حرف دوم من هستش، چند تا انتخاب دارم؟ یا ت، یا الف، یا ب. فکر کنید ب رو انتخاب کردم، اینجا هم ب رو نوشتم. چند تا انتخاب داشتم؟ یا ت، یا الف، یا ب. سه تا رو عددش رو نوشتم اینجا. و برای خونه آخر حرف سوم، با اینکه ب هم خط بخوره، ت و الف، دو تا حرف انتخاب دارم که اینا رو در هم دیگه ضرب کردم و شد عدد 24. خب گفته با ارقام 7، 6، 5 و 1 چند عدد سه رقمی میشه ساخت؟ بچه ها ببینید دوباره اینجا، چون گفته عدد سه رقمی، من سه تا صندلی، سه تا جایگاه براش مشخص میکنم. این خیلی مهمه، اول باید اینو شما مشخص کنید. گفته چند عدد سه رقمی؟ سه رقمی سه تا رقم، سه تا جایگاه. اینجا میشه یکان، اینجا میشه دهگان. اینو اگه ننویسیدم مشکل نداره، من برای فهم بیشتر شما دارم یادداشت میکنم. یکان، دهگان، صدگان. چند تا عدد داریم بچه ها؟ چهار تا عدد داریم ما. خب برای عدد صدگانمون چند تا حق انتخاب دارم؟ چهار تا. چون بچه ها نگفته تکراری، متفاوت، غیر تکراری، یعنی که میتونم اعداد هفت و کنار هم مثلا بچینم، عددم کلن هفت باشه، یعنی سی عدد سه رقمی 777 داشته باشم یا 666 داشته باشم، تکراری هم باشه مشکل نداره، چون خود صورت سوال بهمون نگفته، فقط گفته چند عدد سه رقمی، نگفته و غیر تکراری. پس برای خونه دوم که دهگان هستشم باز چهار تا انتخاب دارم. برای خونه یکان که باز عدد یکان یا رقم سمت راست من هستشم باز چهار تا انتخاب دارم. یعنی چهار، سه تا چهار باید ضرب داره هم بشه که میشه 64 تا انتخاب. پس برای اینکه من بخوام این کار رو انجام بدم، سه تا خونه داشتم، یعنی عددم سه رقمی بود. چون دارم مینویسم بچه ها، چون سه رقمی بود سه تا مربع مشخص کردم براش. حالا تو خونه اول چند تا عدد دارم؟ چند تا انتخاب دارم؟ 1, 2, 3, 4. چهار تا رو نوشتم اینجا. تو خونه دوم چی؟ عرض کردم چون نگفته غیر تکراری باشه، باز این چهار تا میتونم از همش استفاده کنم، دستم بازه. و تو خونه یکان هم باز چون نگفته غیر تکراری، از چهار تاش میتونم استفاده کنم.